سرخط خبرها. 32 سال روز خروج ارتش سرخ از افغانستان. جنگ پایان نیافته، ارک همچنان هشدار دریافت میکند. دمایدی نور بندون تطبیق نشی، ارک به طرح هم معصره که اون. کم از کم 50 میلیون دلار زیان آتش سوزی بندر اسلام قلعه. 500 تانکر در آتش سوخته است، حکومت برای بررسی هیئت گماشت. ولنتاین در افغانستان، مناسبتی که گاه پنهانی و گاه آشکارا جشن گرفته می شود. و خرسندی دونالد ترامپ از شکست استیزا. 43 سناتور رأی مخالف استفاده کردند. با مجموعه خبری ساعت 5:30 از یک با من بهرام امان خوش آمدید. سلام بر شما. در 32 سال روز خروج ارتش شوروی پیشین از افغانستان، گلبدین حکمتیار هشدار میداد که اگر حکومت به خواستهای حزب اسلامی توجه نکند، تجربه 32 سال پیش بر حکومت تکرار خواهد شد. اما رئیس جمهور غنی در پیام به همین مناسبت گفته که باید از پیامدهای 26 دلو عبرت گرفت و برای تامین ثبات در افغانستان تلاش شود. برخی نظامیان پیشین هم میگویند با گذشت 32 سال هنوز مردم قربانی میدهند. امروز 26 دلو 32 سال روز خروج ارتش شوروی پیشین از افغانستان است. گلبدین حکمتیار از رهبران جهادی که سالها در برابر نظام پسا طالبانی هم جنگید، اما 4 سال و 4 ماهی پیش با امضای توافقنامه صلح با دولت از جنگ دست کشید. زنده باد اسلام! حالا در یک گرد همایی مردمی هشدار می‌دهد اگر حکومت به خواستهای حزب اسلامی توجه نکند، تجربه 32 سال پیش بر حکومت تکرار خواهد شد. دیار کوڑاندی به پردوی مزدوران و تشیوچی که زمور طول بندیان فوراً خوش نشی بلا قید و شرط او طول بلا استثناء. مامورین، مجاهدین، افسران مو دمائدی مطابق مدغم نشی، مهاجرین مو پشارگوٹو کی زائی پزائی نشی او دمائدی نور بندون تطبیق نشی، ارگ با ترحقم معصره کهو چی دی مفسدینو سپیره و اکمانی پایت ورسیجی او ملت دی دوی لشار وزو. اما رئیس جمهور غنی در پیام به مناسبت این روز 26 دلو را یک روز پر افتخار برای مردم افغانستان می داند. اما از همه می خواهد که از پیامد این روز عبرت بگیرند. به دلیل این که خروج نیروهای شوروی مسئولانه نبود و هیچ تدبیری برای آینده کشور در آن در نظر گرفته نشده بود، افغانستان به یک جنگ داخلی چند بودی داخل ساخته شد که در نتیجه آن نیروهای امنیتی، نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم پاشید. هموطنان صلح دوست، از این همه باید بیاموزیم. بر روز 26 دلو سال 1367 آخرین سرباز شوروی پیشین از افغانستان بیرون شد. به این گونه به حضور نزدیک به 10 سال ارتش سرخ در افغانستان نقطه پایان گذاشته شد. در این جریان بیش از 14,000 سرباز ارتش شوروی پیشین کشته و نیز 5,373 تن دیگرشان زخمی شدند. نزدیک به 1,000,000 شهروند افغانستان هم در نبرد با ارتش سرخ جان باختند. حرف ما در این است که روسا شکست خوردند، اما این پیروزی نظامی بود، اما دستاورد سیاسی به دلیل عدم پختگی مجاهدین متاسفانه نصیب این ملت نشد. تر ننه پوره دومره پاک افغانان په مختلف و نمو ترور شول په ده قومو که په خرو که په کلیو که په شرگوچه که چه حساب های امغه چوک چه په جنگو که ملی یک سره برابر وی. در 32 سال گذشته افغانستان خموپیچهای زیادی سیاسی را تجربه کرد، از خانه جنگی تا فروپاشی اقتصاد و نظام. چی عوامل داخلی و چی عوامل خارجی، ولیکن این هم مهم باید بپذیریم که در عدم رسیدن به این هدف بزرگ شاید ما هم تا یک قسمت را کوتاهی داشتیم.
هرچند ماهیت آمدن سربازان شوروی پیشین با نظام آمریکایی به افغانستان از هم متفاوت است، اما در جریان 4 دهه پسین دامان جنگ از افغانستان برچیده نشده است. در نزدیک به 20 سال گذشته نبرد در افغانستان با هدف بیرون راندن نظامیان ناتو در رأس آمریکا بود. با حالا که آمریکا زنگی بیرون شدن را نواخته است، همه نگران برگشت به عصر خانه جنگی هستند. در آتش سوزی بندر اسلام قلعه نزدیک به 50 میلیون دلار زیان وارد شده است. اتاق تجارت و صنایع در هرات میگوید که نزدیک به 500 تانکر در آتش سوخته است. با این حال، به گفته وزارت مالیه، آتش هنوز هم به گونه کامل خاموش نشده است. توقف 2 هفته‌ای تانکرهای مواد سوختی و کالاهای بازرگانی در این بندر یکی از دلایل این آتش سوزی خوانده می شود و امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری وعده بررسی عمیق و همه جانبه داده است. وزارت ترانسپورت اما در این چیز نمیگوید. هادی سحر گزارش میدهد. تانکرهای مواد سوختی و کالاهای بازرگانی که از عصر دیروز به این سو در آتش میسوزد. آتش سوزی گسترده که در نوع خود در افغانستان بی پیشی نخوانده شده است. بخش بزرگ از بندر اسلام قلعه که یک از شاهرک های مهم اقتصادی کشور است، بد تلی از خاکستر بدل شده است. هرچند وزارت مالیه از مهار این آتش سوزی سخن گفته، اما مقام های محلی در هرات میگویند که هنوز آتش سوزی به گونه کامل خاموش نشده است. ایران هم برای مهار این آتش سوزی کمک کرده است. دلیل اصلی این آتش سوزی هنوز روشن نشده. وزارت مالیه از گماشتن یک هیئت برای بررسی این رویداد خبر داده است. ما بارها صدای خود بالا کردیم که گمرک هرات امکانات لازم را نداره و این اگر امکانات لازم وجود می داشت می شد که آتش را مهار بکنن و حالی هم که سر وقت هست باید اقدام بشه که در آینده چنین حوادثی اتفاق نیفت. اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید 15 روز است که تانکرهای مواد سوختی و کالاهای بازرگانی از سوی وزارت ترانسپورت در بندر اسلام قلعه متوقف شده. یکی از دلایل هایی که سبب طولانی شدن این آتش سوزی و زیان های مالی بیشتر شده است. ما سخت متاثر هستیم از وزارت ترانسپورت که 2 هفته موترها را به خاطر طرز عمل جدید خود در گمرک اسلام قلعه نگاهداشت. اداره استاندارد و TCRC سخت مقصر هستند که در زمان نمونه‌گیری این فاجعه رخ داده. در این آتش سوزی نزدیک به 500 تانکر تومه آتش شده. نزدیک به 3000 تانکر خرد و بزرگ از محل آتش سوزی به 2 طرف مرز انتقال داده شده است. برخی کالاهای بازرگانی هم از سوی مردم غارت شده. فاجعه تجارتی که در بندر اسلام قلعه هرات رخ داد و باعث حرک شدن صدها موتر باربری از جمله مواد سوختی گردید به صورت جدی بررسی شود. بر اساس پیشبینی های ابتدایی اتاق تجارت و صنایع هرات، این آتش سوزی نزدیک به 50 میلیون دلار به بازرگانان زیان وارد کرده است. پس از 20 ساعت از این آتش سوزی، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری گفته سر باشد کلاه زیاد است. آقای صالح گفته با آنکه حجم تجارت افغانستان با همسایه ها بلند رفته، اما تأسیسات از زمان انزوای کشور است که پاسخگوی نیازمندی های امروز نیست. با توجه به اظهارات آقای صالح، با وجود میلیون ها دلار مصرف در 20 سال گذشته، هیچ سرمایه گذاری معیاری در بندرهای افغانستان صورت نگرفته است. یعنی زحمات 10 ساله یک آدم بر باد رفته. یک منبع غربی برای ترس گفته که در این آتش سوزی 60 نفر زخمی شدند. اما مقام های محلی هرات شمار زخمیان را 17 نفر می خوانند. دروازه‌های گمرک اینا را اجازه نمیده دولت. بندر اسلام قلعه در ولسوالی کوهستان هرات با بندر 2 قارون شهرستان تایباد استان خراسان رضوی ایران هم مرز است. یکی از گمرک های اصلی کشور که حالا به خاکستر بدل شده است. آقای حبیب‌الرحمن پدرام نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ما وصل است. آقای پدرام، مطمئنن که شما از گمرک بندر اسلام قلعه آشنایی دارین و میدانین که چی میگذره در اونجا. آیا فکر میکنین که در پیوند به این رویداد عمده هم در کار بوده؟ به نام خداوند، درود بر شما و همه بینندگان گرامی. اول اینکه حادثه آتش سوزی گمرک هرات برای همگان آشکار کرد که حکومت فعلی همچنان که در حل و مدیریت مسائل کلان ملی ناتوان است،
در مدیریت موضوعات بسیار کوچکتر هم بی برنامه و ناتوانه. اگر آتش نشانی ایران به داد گمرک هرات نمی رسید، مطمئن باشین در جهنمی که در گمرک هرات را افتاده بود، همه گمرک که چی شاید بخش بزرگ از اسلام قلعه هم در آتش می سوخت. متاسفانه حکومت با تمام لاف و پوفهای فراوان که تا به حال سر داده، در هر معضلی که پیش رویش قرار داده شده ناتوان، بی برنامه و ضعیف ظاهر شد. مشخصا اگر آقای بدرام با پرسش بپردازین که آیا در پیوند به این رویداد عمده هم در کار بوده با باور شما؟ یکی از احتمالات بسیار قوی هست که این آتش زوزی عمدی بوده باشه. چرا؟ از جانب کی؟ هیئتی از جرایم سنگین به گمرک هرات رفته بوده برای بررسی و ناگهان این آتش سوزی صورت میگیره. امکان بسیار جدی وجود داره که این آتش سوزی عمدی بوده باشه. از جانب کی و چرا آقای بدرام؟ از الف تا یای مسئولان گمرک هرات در فساد غرقن و ای از هیچ کسی پوشیده نیست. مسئولان حکومت محلی هرات هم در این فساد متاسفانه مسئولان تراز اول و تراز دوم شریکن. حتما و حتما اگر هم عمدی بوده، مسئولان گمرک، مسئولان تراز اول حکومت محلی در این مسئله شریکن. شاید باید این کار را بکنن آقای بدرام، فساد و فاسدان را به این طریق از بین ببرن. و چنانچه که شما هم یاد کرده این 27 ساعت از آغاز آتش سوزی نتانست که مهار شوه از جانب حکومت افغانستان، فکر میکنین که چی چیز باعث شد تا به این درازا بکشه مهار آتش سوزی؟ ببینین، زمانی که گمرکر میخواستن انتقال بدن از هرات به اسلام قلعه، مردم هرات، تاجران هرات، بزرگان هرات اعتراض کردند که این کار را نکنین، به خاطر که هیچ زیربنای گمرکاتی در اسلام قلعه ساخته نشده بود، هیچ تجهیزاتی آورده نشده بود، حتی یک آتش نشانی با امکانات اولیه در اونجا فراهم نبود. متاسفانه حکومت مرکزی همچنان که در گذشته لجاجت کرده، باز هم لجاجت کرد و برای اینکه گمرک را از چشم رسانه ها و مردم دور بکنن و هر کاری را که دلشان میخوان انجام بدن، بردن به یک دشت معلق بدون هیچ امکاناتی. بنابراین وقتی در فضایی که هیچ امکاناتی در دسترس نباشه و هزاران موتر، آن هم موترهایی که گاز و تیل را وارد میکنه که هر لحظه امکان انفجار آتش سوزی وجود داره، به هیچ گونه امکاناتی هم برای مهار آتش احتمالی وجود نداشته باشه، طبیعی است وقتی آتش صورت میگیره این آتش از مهار و کنترل بیرون میشه. بدون شک شما موارد مهم یاد کردین و شما نماینده مردم هرات در مجلس هستین و از قبل میدانستین که چنین چالش های در گمرک اسلام قلعه وجود داره. چرا صدایتان بلند نشد در مجلس؟ در پیوند با این موضوع حداقل چند بار شما صدا بلند کردین و چالش ها را یاد کردین؟ تا چند کشین نعره که قانون خدا کو، گوش شنوا کو؟ ما بار بار صدای خود بلند کردیم، هم نمایندگان مردم در شورای ولایتی و هم در شورای ملی، بار بار به انتقال گمرک و بعدش به عدم تجهیزات لازم، تأسیسات و زیربناهایی که لازمه یک گمرک هست، ما صدای خود بلند کردیم. اما متاسفانه این حکومت مرکزی است که همچنان بر طبل یک تازی کوبیده و اعتنایی نکرده. اکنون هم صدها میلیون دلار به بخش خصوصی ضرر و خسارت وارد شده و حکومت باید جبران خسارت بکند، چون حکومت مسئوله. حکومت گمرک در جای انتقال داده که هیچ گونه امکاناتی نداشته و حکومت طبق قانون گمرکات مکلف است که از دارایی اموال تاجران در گمرکات محافظت بکنه. بسیار تشکر از شما آقای حبیب الرحمن پدرام، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان.
رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان به صلح میرسد، اما نهادهای ملکی و نظامی باید در آن در حفظ باشند. آقای غنی تاکید کرده که صلح در افغانستان با وحدت و یکپارچگی مردم تامین میشود و صلح باید همه شمول باشد. از سوی هم یک عضو هیئت گفتگو کننده حکومت میگوید که در اراده طالبان برای صلح شک وجود دارد و دولت در برابر گروه قرار گرفته است که میخواهد از راه جنگ و خشونت اراده خود را بر مردم تحمیل کند. در این حال گلبودین حکمت یار میگوید که جو بایدن قصد عقب نشینی نظامی از افغانستان ندارد و طالبان پس از اول ماه می نه حضور نظامی آمریکا و نه هم بقای حکومت افغانستان را میپذیرند. بهاودین انصاری جزئیات میدهد. رئیس جمهور غنی در پیام به مناسبت 32مین سال روز خروج ارتش سرخ شوروی پیشین از افغانستان، صلح در کشور را آمدنی می‌داند، اما تاکید می‌کند که حفظ نهادهای ملکی و نظامی در آن ضروری است. آقای غنی بر وحدت و یکپارچگی تاکید می‌کند، آنچه که به گفته او آمدن صلح در کشور را تسهیل و تقویت می‌کند. این نظر را که گفته می‌شود افغانستان به صلح نخواهد رسید غلط ثابت خواهد کرد. ما به صلح خواهیم رسید، به صلح دوامدار، صلحی که در آن عزت هر افغان نهفته باشد. از سوی یک عضو هیئت گفتگو کننده حکومت میگوید در اراده طالبان برای صلح شک وجود دارد. شک شدید وجود دارد که آیا واقعا دیدگاهی که طالبان به او باور دارد، اراده‌ای که در رهبران سیاسی طالبان وجود دارد برای آوردن یک صلح پایدار و عادلانه کافی هست یا کافی نیست؟ محمد امین احمدی در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک میگوید هر خواست از سوی طالبان در پیوند به نظام جمهوری و رسیدن افغانستان به صلح تنها در یک گفتگوی جدی، معقول و معنادار قابل حل است و ممکن نیست جمهوریت پیش از پیش قربانی خواستهای طالبان شود. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم در این روز هشدارهای را به آدرس حکومت جدید آمریکا می‌فرستد. می‌گوید بایدن قصد عقب نشینی نظامی از افغانستان را ندارد و طالبان پس از اول می نه حضور نظامی آمریکا و نه بقای حکومت افغانستان را می‌پذیرند. با فشارها هم نمی‌توانند طالبان را وادار کنند که جلوتر برن و کمی بیشتر تنظیم کنند. طالبان نه بعد از ماه می حضوری نیروهای امریکایی را در افغانستان خواهد پذیرفت و نه بقای حکومت دستنشانده امریکا در کابل. محمد یونس قانونی، عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالح ملی، هم از سخنرانان دیگر این روز است. میگوید رهبران سیاسی طالبان خواهان پایان جنگ از راه سیاسی اند، اما فرماندهان و جنگجویان این گروه ترجیح میدهند تا طالبان از راه نظامی به قدرت برسند. او میگوید حکومت بایدن احتمالاً تغییر اساسی در چارچوب اصلی توافقنامه دوحه با طالبان ایجاد نمیکند. دوی نظامی خلق دی دوی وای چه نه قدرت نویشو جګړه ته ادامه ورکو د جنگ دلار نه قدرت ترلاسه کوو بس لاغن بیا کینو دوی سره خبری کوو دا دو اختلاف ترمن شوی. در آستانه یک سالگی امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و امریکا، گروه طالبان اعلام کردند که به توافقنامه پابندند. در اعلامیه‌ای که از سوی این گروه پخش شده، اما تاکید شده که رهبران طالبان همچنان در فهرست سیاه و فهرست جایزه های سازمان ملل متحد قرار دارند. طالبان همچنین گفتند برخلاف توافقنامه دوحه، با وجود 3 ماه پس از آغاز گفتگوهای میان افغانان، تمام زندانیان این گروه رها نشدند. از سوی هم روزنامه 8 صبح به نقل از منبع‌های در کویته پاکستان ادعا کرده که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در انفجار در منطقه چالو باوری شهر کویته در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شده، اما تاکنون هیچ منبع رسمی این خبر را تایید یا رد نکرده است. با این حال بنیانگذار اصلی تلاش های صلح هفته هاست به صفحه تویترش سر نزده و هیچ پیامی هم از او درباره صلح منتشر نشده است. آخرین توییتی که زلمه خلیزاد داشت 4 فوریه بود، توییتی که بازگو کننده دیدار او با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا است. خلیزاد در این توییت نوشته است که فرصت شریک کردن اطلاعات در مورد روند صلح را با آقای بلینکن یافته است. راننده اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی، همراه با کودک 5 ساله‌اش در کابل به گونه مرموز کشته شده است. این رویداد 2 شب پیش در مکرویان 4 در مربوطات حوزه 9 امنیتی رخ داده است. باشندگان محل میگویند که این قتل زمان صورت میگیرد که همسر محمد افضل بیرون از خانه بوده است. جواد تیموری با جزئیات بیشتر. امروز پدر و پسر پای ما را به محل رویداد میکشاند.
قتل اینجا در مکریان چهارم در این خانه صورت گرفته است. پدر 35 ساله با کودک 5 سالش دو شب پیش با ضرب گلوله کشته شده اند. محمد افضل منصوب ارتش و راننده اسدالله خالد وزیر دفاع ملی بود. رویداد زمان اتفاق می افتد که همسر و دختر کوچک محمد افضل در بیرون خانه بودند. همسرش زمانی که وارد خانه می شود با پیکر محمد افضل و پسر 5 سالش روبرو می شود. او را در خانه سلیمان صدا می زدن. او زنش خواهد دموزن بهتر معلوم است. بله. او زن می گوه که سلیمان چرا ای کار کرده؟ او گیران می کرد. گیران می کرد. اما تو می گوه سلیمان چرا ای کار کرده؟ تو چرا مرا آورده؟ همی رو گیران می کرد و سر در دیوال می زد. دمی که پا می زدن. باشندگان محل می گویند که همسایه ها زمانی آگاه شدند که صدای گریه و ناله همسر محمد افضل را می شنوند. به گفته آنان پس از قتل تفنگچه این منصوب ارتش هم در کنار پیکرش افتیده بود. پلیس جزئیات بیشتری در مورد این قتل به ما نمی دهد. اما همسر این مرد را برای پیدا کردن سرنخ این قتل به خانه امن انتقال داده است. امین جبل همسای ما دو شب پیش نمی فهم که چه قسم شد خو یک مرد یک بچگکش کشته شدن نمینجا نمیفهم کی کشت خب ما نبودیم دیگه در جریان که چی گپ است همینجا پلیس آمدن اوضاع آمد بردنشون دیگه نمیشه این قتل در چند صد متری حوزه نهم امنیتی صورت گرفته است همسایگان محمد افضل میگویند که پیش از این در بیرون از خانه نگران جانشان بودند اما حالا در درون خانه احساس امنیت نمی کنند نامنی در سایی یوزی نو زیادتر است ما از طرف روز گشته نمی تانیم از طرف شواخ بجای بان داخل خانه کشتوار زیاد شده حتی نمی تانیم که با همسایی خود رفت آمد کنیم محمد افضل باشنده اصلی ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا بود پیکرش را امروز در زادگاهش انتقال دادند و به خاک سپرده شد نزدیکانش خواهان شناسایی و مورد پیگرد قرار دادن عاملان این رویداد هستند نیروی امنیتی ما خواستاری هستیم که هرچی جدیدتر سر موضوع کار بکنن بر ما موضوع شریک بسازن قناعت ما را فراهم بسازن عاملی نیرویداد و دولت افغانستان بخصوصا به بخش قضاییه تسلیم داده شد و به جزای اعمالشان برسد او دوبار ازدواج کرده بود همسر نخستش را چندی پیش طلاق میدهد اما 3 ماه پیش برای بار دوم ازدواج می کند. یک پسر و یک دختر ثمره ازدواج نخستش است که با او زندگی می کردن. پسرش یک جا با خودش در آن شب کشته می شود. خبر از عاشقان 14 فوریه مصادف است با روز عاشقان. از این روز در افغانستان در حال شمار از پسران و دختران جوان تجلیل می کنند که بسیاری بانوان در افغانستان از استفاده حق انتخاب همسر محرومند. نمادی از دلباختگی را به همدیگر هدیه می کنند. در رویایشان آینده سرشار خروشان از عشق دارند. وسیق و ویدا 6 ماه است که نامزد هستند. این هر دو با تفاهم هم نامزد شدند. می خواهند همه دختران پسران جوان از حق انتخاب همسر برخوردار شوند. روز است که می توانند که با خوشی بگذرانند بدون دور از درد و رنج و غم است. آفتهای روزگار میتونن خوش باشن چل نزید در کنار هم آنانی که از دیدن رنگ سرخ خون شهروندان بر اثر جنگ ها خسته شدند زیر سقف رنگ های عشق نشستند و از فلنتاین یا روز عاشقان تجلیل میکنند اینان هم به گونه دیگر تجلیل میکنند میگویند بهترین هدیه برایشان داشتن همدیگرشان است خلاف رسم و آیین و عنانات اجتماعی افغانستان با همدیگه خود ما آشنا شدیم با همدیگه خود ما از همدیگه خواستگاری کردیم بدونی که دیگرا دخیل باشه خیلی از دختر است که به دلبخواهی خودشان نرسی نمی کنن دیگه قربانی یعنی رسم و رواج و فرهنگ و عنانات فامیلشان می شدیم کوچه گلفروشی شهر نو کابل هر سال در این روز با گلهای قرمز چهره تازه به خود می گیرد امروز هم میزبان عاشقان است اگه ما غمگین باشیم از این روزا تجربه نکنیم همیشه در کنج خانه باشیم واقعا این خودش یک دیپریس یک چیزی به اولادای گذشته ما هست البته اولادای آینده ما بان که در چند قدمی آن گپ از انفجار و انتحار است بازار گل فروشان کابل هم
گرمتر از روزهای دیگر است. معمولا روزهای عادی فروش ما گل تازه خوبتر است. باستم روزهای 8 مارچ روز هاشقا و چیزا که می باشه خوبتر از دیگه البته فروشات. دیگه امروز هم شکر خدا خوبتر بوده. اما با این شور و هیجان همه برای ساختن زندگی مشترک به گونه دلخواه پیروز میدان نمی شوند. در افغانستان به روز عاشقان با نگاه های گوناگون می بینند. شماری آن را جشن می گیرند و شماری همان را فرهنگ غرب می دانند و در برابر آن می ایستند. روی دیگه سکه گپ از محدودیت های اجتماعی بر بانوان است. در گوشه های دیگر کشور اکثر بانوان از حق انتخاب همسر محرومند. محروم بودن از حق انتخاب همسر عامل افزایش آمار خشونت با بانوان و گرفتن زندگی مسالمت آمیز مشترک از آنان پنداشته می شود. دختر با پسر باید ببینن و یکی دیگه خود را درک بکنن و این حدیث پیغمبر هم گفتن تا یکی دیگه خود را نبینن چشم پود با او دختر بتن یا او بچه جوان راضی نباشه. ما فکر می کنیم که آینده از اینا بجز از مشکلات، درد، رنج به یکی دیگه خود را درک هم کردن بتانن. در زمان حاکمیت طالبان بانوان هزار حق محروم بودند به شمول حق انتخاب همسر. روی هم رفته فضای ایجاد شده برای دختران پسران اندکی امید بخش به نظر می رسد. اما آنانی که این مناسبت را جشن می گیرند نگرانند که مبادا این آزادی اندک هم با آمدن طالبان مهر محدودیت بخورد یا هم از بین برود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه پس از شکست استیضاح دونالد ترامپ در مجلس سنا گفته است حتی سناتورهایی که با محکومیت ترامپ مخالفت کردند بر این نظرند که او در تخلف شرم‌آور از وظیفه در حمله به ساختمان کنگره گناهکار است. آقای بایدن تاکید کرده که دموکراسی شکننده است و باید همیشه از آن دفاع شود. مهمترین های ورزش با ظاهر نوری. باشگاه ورزشی فوتسال به منظور رشد و گسترش این رشته با هزینه 4 میلیون افغانی در ولسوالی جبلسراج ولایت پروان از سوی سکتور خصوصی ساخته شد. مسئولان ورزش ساخت این باشگاه ورزشی فوتسال را برای بهبود وضعیت ورزش به ویژه بلند بردن سطح کیفیت فوتسال در ولایت پروان سودمند دانسته و می‌افزایند که این مجتمع ورزشی به گونه معیاری در سطح ولایت‌های کاپیسا و پروان ساخته شده است. جامنازیم ورزشی جبلسراج یا مجتمع ورزشی جبلسراج در حدود 600 متر مربع ساخته شده. فوتسال بازان برای نخستین بار ایجاد همچون مکانهای ورزشی معیاری را تغییر مثبت برای توانمندیشان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی دانسته و از برخی دیگر بازرگانان نیز می‌خواهند تا در بخش ورزش سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. ما تشکر می‌کنیم از واخلاون پاداش نصیب شما کنه که همین ورزشگاه را جور کردین زیادتر جوانا نوجوانا همینجا مصروف هستند. این باشگاه ورزشی فوتسال از سوی بخش خصوصی در ولسوالی جبلسراج ولایت پروان در حال گشایش یافت که پیش از این ورزشکاران این ولایت از نبود تجهیزات بسنده و مکانهای ورزشی در رشته های گوناگون ابراز نگرانی کرده بودند. و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری است. توجه همراهیتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.